یک جوان در هرات سیستمی را شبیه سازی کرده است که از فوزالات حیوانات، بقایای کشاورزی و زباله های آشپزخانه گاز مایع تولید می کند. این فرد می گوید با توجه به منابع فراوان داخلی در روستاهای کشور، ترویج این سیستم می تواند در بهبود زندگی روستانشینان موثر باشد. در همین حال شماری از استفاده کنندگان این گاز می گویند بایگاز از کیفیت خوبی برخوردار است و کد زراعتی که این سیستم تولید می کند حاصل خیزی زمین هایشان را بالا برده است. رضا امینی گزارش می دهد. تولید گاز از فضلات حیوانات در روستاهای هرات. این گاز بر اثر تجزیه مدفوع حیوانات، بقایای کشاورزی و زباله‌های آشپزخانه در یک محیط بدون اکسیژن تولید می شود. آنگونه که سازنده این سیستم می گوید، ترویج سیستم بایگاز در روستاها می تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی روستانشینان داشته باشد. این سیستم ها در پلازی که گاز تولید میکنند، تولید کود عضوی بالقوه یکی از مزیت های بزرگ سیستم ها بوده که 35 الی 40 فیصد حاصل خیزی خاک بالا میبرند و در نهایت باعث افزایش حاصلات زراعتی از نظر کیمی و کیفی میشن و از نظر محیط زیستی تاثیرات بسیار خوب دارن. تامین مواد سوخت از طریق سیستم های بایگاز باعث میشن تا قطع بوتای دشتی و درختان جنگلات کاهش پیدا بکنند. تولید گاز توسط این سیستم هیچ نیازی به تجهیزات پیشرفته ندارد و روستانشینان می توانند با هزینه اندک گاز موجود در فضلات حیوانات را استفاده کنند. در همین حال شماری از استفاده کنندگان این گاز از کیفیت بالای گاز مایع و کدهای زراعتی به دست آمده از این سیستم سخن می گویند. ما 18 نفر فامیلیم، روزانه 3 کیلو دو الا 3 کیلو گاز از استفاده می کنیم. مقام های محلی هرات می گویند نوآوری های جوانان در ساخت و راه اندازی این چنین سیستم ها را به ادارات مرکزی معرفی می نمایند تا از آن در بهبود زندگی شهروندان استفاده گردد. در گذشته هم ما استعدادهای اینچنینی در ولایت هرات وجود داشته که ما معرفی کردیم با ادارات مرکزی و حتی اختراعاتی که میشه ثبت میشه، امتیاز مادی میگیره فرد و بر این مبناست که طبیعتاً هر گونه استعداد و توانی جوانان مورد حمایت و استقبال میشه. سیستم بایگاز یا گنبد خشتی شبیه سازی شده از یک مدل چینایی هست و به تازگی در برخی ولایات افغانستان رواج یافته است. آنگونه که سازندگان آن میگویند تا کنون نزدیک به 20 سیستم از این دست در هرات راه اندازی شده است.